در آن موقع متوجه شدم افراد دیگری هم در کنارم هستند که آنها را نمی شناسم، اما می دانستم که مرا دوست دارند و از من حمایت می کنند. عشق و محبتشان همیشه مرا در بر گرفته بود، حتی در مواقعی که کاملا از آن بی خبر بودم. برقراری ارتباط مجدد با جوهر وجودی سونی برایم بی نهایت آرامش بخش بود، چون در سالهایی که از رفتنش می گذشت خیلی دلم برایش تنگ شده بود. هیچ چیزی جز عشق بی قید و شرط برای او و از طرف او احساس نمی کردم. در حالی که این احساس را تجربه می کردم، جوهر وجودی من با جوهر وجودی سونی ادغام شد و من او شدم. می فهمیدم که او اینجا، آنجا و همه جاست. او می توانست برای عزیزانش در هر زمان و هر مکان حاضر باشد. اگرچه من دیگر از 5 حس جسمانیم استفاده نمی کردم، اما آگاهی نامحدودی داشتم. گویی حس جدیدی در اختیار داشتم که از همه حس های عادی من قوی تر بود. من با دید 360 درجه جانبیم از هر چیزی که در اطرافم می گذشت کاملا آگاه می شدم. جالبتر از همه آن که این وضعیت تقریبا عادی به نظر می رسید، به طوری که دیگر در درون جسم بودن برایم محدود کننده بود. زمان در آن قلم رو متفاوت بود و من تمام لحظات را همزمان درک می کردم. من هر چیزی را که متعلق به گذشته، حال و آیندم بود همزمان درک می کردم. در آنجا از نقش زندگی های همزمان آگاه شدم. مثلا می دیدم که در یکی از زندگی هایم برادر کوچکتری داشتم که از او نگهداری می کردم. اما می دانستم که جوهر وجودی او همان جوهر وجودی آنا بود، با این تفاوت که در آن زندگی او کوچکتر از من بود. در آن زندگی که حالا من از آن آگاه بودم، ما در یک منطقه توسعه نیافته روستایی زندگی می کردیم، اما زمان و محل دقیق آن زندگی برایم مشخص نبود. ما در یک کلبه گلی که وسایل چندانی نداشت به سر می بردیم و روزها که والدین ما برای کشاورزی به مزرعه می رفتند، من از آن نگهداری می کردم. احساس خواهر حامی و بزرگتر را که مراقب بود غذای کافی برای هر دوی ما باشد و از تمام عوامل بیرونی ناخوشایند در امان باشیم تجربه می کردم. ولی به نظرم نمی آمد که این موقعیت مربوط به یکی از زندگی های قبلیم است. اگرچه آن صحنه به نظر قدیمی می آمد، اما احساس می کردم که همین جا و همین الان است. به عبارت دیگر زمان به طور خطی، آنطور که ما در اینجا احساس می کنیم، جلو نمی رفت. به نظر می رسید که ذهن زمینی ما چیزهایی را که اتفاق می افتد به توالی دریافت می کند. اما وقتی در جسم نیستیم، همه چیز گذشته، حال و آینده همزمان رخ می دهد. اگرچه درک همزمان زمانهای سگانه در آن قلم رو به شفافیت و فهم قضایا کمک می کرد و فضای حاکم بر آن قلم رو را به وضوح نشان می داد، اما بازگو کردن یا به تحریر درآوردن آن باعث سردرگمی می شود، زیرا بدون واحد زمانی خطی آن مطالب نامرتب و در هم به نظر می رسند. به نظر می رسید محدودیت حواس پنگانه ما سبب شده که بتوانیم در هر لحظه معین فقط روی یک مطلب تمرکز کنیم و سپس سلسله مطالب را در کنار یک دیگر بگذاریم تا تصوری از واقعیت‌ها را به صورت خطی ایجاد کنیم. جسم مادی آگاهی ما از محیط اطراف را در چارچوب حواس شنوایی، لامس، بینایی، بویایی و چشایی محدود کرده است. بنابراین بدون محدودیت جسمانیم توانستم تمام مقاطع زمان و مکان را که مربوط به من بودند همزمان درک کنم. توصیف آن موقعیت کاری ناممکن است. فقط می توانم بگویم شفافیت و میزان آگاهیم در آن قلم رو وسیع حیرت انگیز بود. حالا متوجه شدم که جهان هستی معنادار است. بالاخره الان می فهمم و درک می کنم که چرا مبتلا به سرطان هستم. وقتی متوجه شدم که سرطان دارم، انقدر برایم غیر منتظره بود که در پی یافتن علت آن نبودم، ولی خیلی زود به بررسی علت آن پرداختم. همچنین فهمیدم که چرا اصلا به این زندگی آمدم و هدف حقیقی آمدنم را درک کردم. می خواستم بدانم چرا ناگهان همه این مطالب را درک می کنم. چه کسی تمام این اطلاعات را به من می دهد؟ خدا، کریشنا، بودا، مسیح. و بعد به این تشخیص رسیدم که خدا وجود نیست، بلکه کیفیتی از وجود است و من اکنون آن کیفیت از وجود هستم. می دیدم که زندگیم با ظرافت از هر چی که تا کنون یاد گرفته بودم بافته شده است.
تجربه من تار نخی بود که در تصاویر عظیم و پیچیده و رنگارنگ یک تاپستری نامتناهی بافته شده بود. تارها و رنگهای دیگر نمایانگر خیشان و آشنایانم بودند. تارهایی مربوط به مادرم، پدرم، برادرم، همسرم و هر کس دیگری که به نحو مطلوب یا نامطلوب بر زندگیم تأثیر گذاشته بود. خدای من، حتی یکی از تارها مربوط به بیلی بود، که در بچگی مرا اذیت می کرد. هر یک از ملاقات ها به هم بافته شده بودند تا پارچه ای را تشکیل دهند که مجموعه زندگی من تا این لحظه به شمار می آمد. اگرچه من تاری بیش نبودم، اما در شکل گرفتن این تصویر نقش اساسی داشتم. با توجه به این واقعیت متوجه شدم که دین من به خودم، به آنهایی که می شناختم و به زندگیم این است که ترجمان جوهر یگانه خودم باشم. تلاش در این که چیز دیگری یا فرد دیگری بشوم از من انسان بهتری نمی سازد، فقط مرا از خود حقیقیم دور می کند. این روش دیگران را از شناختن واقعیت من محروم می کند و مرا نیز از تعامل صادقانه با آنها باز می دارد. همچنین این بی صداقتی عالم حسی را از آن کسی که در آن قرار بود باشم و آن چیزی که قرار بود ابراز کنم محروم می کند. در آن حالت روشنی تشخیص دادم آن فردی که همیشه در ذهنم تصور می کردم نیستم. من در اینجا جسم، نژاد، فرهنگ، دین یا اعتقاد خاصی ندارم، ولی به هستیم ادامه می دادم. پس من واقعا چه چیزی و چه کسی هستم؟ من از هیچ جنبه‌ای کمتر و پایین‌تر نیستم. برعکس، هیچ وقت تا این اندازه بزرگ، قوی و محیط بر همه چیز نبودم. بله، و من هیچگاه چنین احساسی نداشتم. من آنجا بودم بدون جسم یا هر نوع خصوصیت جسمانی، اما جوهر خالصم هنوز به هستیش ادامه می داد و فقط جزء کوچکی از تمام وجود من نبود. در واقع خود من بزرگتر، قویتر و وسیع‌تر و با عظمت‌تر از جسم مادیم بود. خودم را ابدی احساس می کردم، گویی همیشه وجود داشتم و همیشه وجود خواهم داشت. نه ابتدایی داشتم و نه انتهایی. من از آگاهی به عظمتم سرشار بودم. با خودم فکر کردم پس چرا هیچ وقت این واقعیت را در مورد خودم درک نکرده بودم؟ وقتی با آن تاپستری عظیم که زندگی مرا تا آن مرحله نشان می داد نگاه کردم، کاملا برایم مشخص شد که چه چیزی مرا در وضعیت کنونیم قرار داده است. به خودم می گفتم کافیست به مسیر زندگیم نگاه کنم. چرا انقدر به خودم سخت می گرفتم؟ چرا همیشه خودم را سرزنش می کردم؟ چرا خودم را نایده می گرفتم؟ چرا هیچ وقت استوار نایستادم تا زیبایی روحم را به همه نشان دهم؟ چرا برای خوشایند دیگران همیشه خوش و خلاقیت خودم را سرکوب می کردم؟ من هر بار که گفتم بله، ولی منظور واقعیم نبود، به خودم خیانت کردم. چرا همیشه برای اینکه خودم باشم در جستجوی تایید دیگران بودم و حرمتم را نادیده گرفتم؟ چرا به دنبال خواسته قلبیم نرفتم و توانایی گفتن حقیقت خودم را نداشتم؟ چرا وقتی در قالب جسم هستیم این مطالب را تشخیص نمی دهیم؟ چرا هیچ وقت نمی دانستم که نمی بایست نسبت به خودمان سختگیر باشیم؟ خود را در دریای عشق بی قید و شرط و پذیرش غوطه‌ور می دیدم. می توانستم با دید تازه‌ای به خودم نگاه کنم و ببینم که موجود زیبای این کائنات هستم. من فهمیدم که تنها به خاطر اینکه وجود دارم شایسته توجه محبت آمیزم، نه سزاوار قضاوت. اصلا لازم نیست کار خاصی انجام دهم، من سزاوار دوست داشتن هستم بنا به این جهت که وجود دارم، نه بیشتر و نه کمتر. این برایم تشخیص شگفت آوری بود، چون همیشه تصور میکردم که باید کاری انجام دهم تا مورد علاقه باشم. تصور میکردم باید به نحوی لیاقت مورد علاقه بودن را کسب کنم، اما متوجه شدم چنین چیزی واقعیت ندارد. من بدون هیچ قید و شرط مورد علاقه هستم، فقط به اعتبار اینکه وجود دارم. با شفافیت حیرت انگیزی متوجه شدم آن جوهر وجودی باشکوه و عظیم واقعا خود من هستم. این حقیقت وجود من بود. این تشخیص چقدر واضح و روشن بود. اکنون من به مقوله جدیدی از مفهوم خود دست یافته بودم که چراغ نورانی آگاهیم می شد. هیچ چیز نمی توانست جلال و زیبایی شگفت انگیز آنچه را که در حال روی دادم بود خدشه‌دار کند. من به این شناخت رسیدم که همه ما به هم متصلیم.
این یگانگی نه فقط افراد و موجودات زنده را در بر می گرفت، بلکه هر چیزی در عالم هستی، انسان، حیوان، گیاه، حشره، کوه، دریا، اجسام ظاهراً بیجان و کیهان را شامل می شد. متوجه شدم که عالم هستی از حیات و آگاهی برخوردار است و بر تمام موجودات زنده و طبیعت محیط است. همه چیز متعلق به یک کل نامتناهی است و من هم به نحو پیچیده و جدای ناپذیری در بافت آن هستم. ما همه جنبه هایی از آن یگانگی هستیم. همه ما یکی هستیم و هر یک از ما بر تمامی آن کل تأثیر می گذاریم. می دانستم که زندگی دنی و هدف او با زندگی من گره خورده است. به این ترتیب اگر من بمیرم او هم به زودی به دنبالم خواهد آمد. اما می فهمیدم که حتی اگر چنین بشود هنوز همه چیز در تصویر بزرگتر کامل خواهد بود. علاوه بر این فهمیدم برخلاف آنچه قبلا تصور می کردم، سرطان تنبیه اشتباهی که مرتکب شدم یا کارمای منفی هیچ یک از اعمالم نیست. به نظر می رسید که در هر لحظه امکانات بیشمار وجود دارد و وضعیت من در هر مرحله حاصل مجموعی از تصمیم ها، انتخاب ها، افکار و اعمال زندگی هم می باشد. اکنون هم درس های بیشمار و توانایی های عظیم من به صورت این بیماری بروز کرده بودند. حتی اگر کلید چراغ برق خاموش شود، هیچ چیزی قادر نخواهد بود درک، وضوح، شگفتی و زیبایی یا روشنی حیرت انگیز آن تجربه را از شما بگیرد. دیگر هیچ چیز نمیتواند در شناخت شما از محتوای آن انبار خدشه ایجاد کند. اکنون آگاهی شما از آنچه در آنجاست و نحوه دسترسی به آن و امکاناتش به مراتب بیشتر از زمانی است که در محدوده نور چراغ قوه کوچکتان قرار داشت. هیبت آنچه در این لحظات هوشیاری خیره کننده تجربه کرده تحسین برانگیز است. زندگیتان معنای دیگری گرفته و از این پس تجربیات جدیدتان از این آگاهی سرچشمه می گیرند. من به درک تازه‌ای که در آن قلم رو به دست آورده بودم فکر می کردم و آن آگاهی محیط بر همه چیز را بررسی می کردم و از آن لذت می بردم. در همان حال متوجه شدم که در مقابل یک انتخاب قرار گرفتم. به حالتی رسیدم که دوباره احساس کردم حضور آرامش بخش پدرم مرا احاطه کرده و گویی در آغوش گرفته است. به او گفتم پدر، احساس می کنم به خانه برگشتم. چقدر خوشحالم که الان اینجا هستم. زندگی چقدر رنجاور است. او به من گفت عزیزم، تو همیشه در خانه ای، همیشه در خانه بوده ای و همیشه خواهی بود. می خواهم این را به خاطر بسپاری. هرچند در دوران کودکی و نوجوانی رابطه ام با پدرم همیشه خوب و صمیمانه نبود، اما اکنون تنها چیزی که از وجودش ساطع می شد عشقی عظیم و بی‌قید و شرط بود. پدرم در دوران حیاتش همواره تلاش می‌کرد مرا با آداب و رسوم هندی از جمله ازدواج در سنین نوجوانی وقف دهد و من هم با پیروی نکردن از این آداب احساس می‌کردم که وصله ناجوری در محیط اجتماعی من هستم و این باعث دلسردی و ناامیدی هم می‌شد. اما در این قلم رو متوجه شدم که بدون محدودیت‌های جسمانی، توقعات و قید و بندهای سنتی، احساس او نسبت من فقط عشق خالصانه بود. تمام فشارهای سنتی که در دوران زندگیش به من تحمیل میکرد از بین رفته بودند، زیرا جزی از زندگی جسمانی بودند. هیچ یک از آنها بعد از مرگ کاربردی نداشتند. آن ارزش‌ها به زندگی پس از مرگ منتقل نشدند. تنها چیزی که باقی مانده بود پیوند و عشق بی قید و شرط بین ما بود. بنابراین برای اولین بار احساس کردم که در حضور پدرم عزیز و در امان هستم. احساس فوق‌العاده‌ای داشتم، گویی بالاخره به خانه برگشته بودم. ما از طریق الفاظ گفتگو نمی کردیم، ولی یکدیگر را درک می کردیم. من نه تنها پدرم را درک می کردم، بلکه مثل این بود که او شده بودم. حالا می فهمیدم که او حتی بعد از ترک این دنیا هم با همه افراد خانواده من بوده است. او با مادرم بوده و از او حمایت و مراقبت می کرده است. او با من هم بوده و در مراسم عروسی و دوران بیماری همراهی هم می کرده است. متوجه شدم که وجود پدرم مستقیم تر با من صحبت می کند. عزیزم، میخواهی بدانی که هنوز وقت آن نرسیده که به خانه‌ات بیایی. با این حال هنوز میتوانی انتخاب کنی که آیا میخواهی با من بیایی یا به جسمت برگردی. اولین فکری که به ذهنم خطور کرد این بود که من خیلی بیمارم و سرطان تمام بدنم را گرفته و آن را تحلیل برده. چرا باید بخواهم دوباره به آن بدن برگردم؟ این بیماری حاصلی جز درد و رنج نداشته، نه فقط برای من بلکه برای مادرم بدنی. من دلیلی برای برگشت نمیبینم. لازم به گفتن نیست که آن حالت عشق بی قید و شرط آنقدر مسرت بخش بود که اصلا نمیتوانستم فکر برگشتن را تحمل کنم. میخواستم تا ابد همانجا بمانم. تا
توصیف آنچه پس از آن رخ داد بسیار مشکل است. ابتدا احساس میکردم توجهم را روی هر چیزی متمرکز میکردم، بلافاصله در مقابلم ظاهر میشد. سپس به نظر میرسید عامل زمان اصلا در آنجا مطرح نیست، گویی اصلا چنین عاملی وجود ندارد. قبل از این مرحله پزشکان آزمایشات متعددی برای بررسی عملکرد اعضای بدنم انجام داده بودند و گزارشاتی هم در این باره نوشته بودند، اما در آن قلمرو به نظر می رسید که نتیجه آزمایشات و گزارش پزشکان بستگی به انتخاب خودم دارد که آیا می خواهم به زندگی جسمانی برگردم یا به سوی مرگ پیش بروم. اگر تصمیم می گرفتم که بمیرم، نتیجه آزمایشات نشان می دادند که اعضای بدنم از کار افتادند. اما اگر انتخاب می کردم که به زندگی جسمانیم برگردم، آزمایشات نشان می دادند که اعضای بدنم دوباره به کار افتادند. در آن لحظه تصمیم گرفتم که بر نگردم. سپس متوجه شدم که بدنم در حال مرگ است و می دیدم که پزشکان با افراد خانواده‌ام صحبت می کنند و با آنها می گویند که از کار افتادگی اعضای بدنم منجر به مرگ شده است. درست در همان زمان پدرم به من گفت عزیزم، نمی توانی جلوتر از این بروی، در غیر این صورت دیگر نمی توانی برگردی. متوجه شدم مرزی در مقابلم قرار دارد که مادی نیست. به نظر می رسید که این مرز نامرئی است و با تغییراتی در میزان انرژی مشخص می شود. می دانستم که اگر از آن عبور کنم راه برگشتی وجود ندارد. پیوندم با دنیای مادی برای همیشه قطع خواهد شد و همانطور که دیده بودم به افراد خانواده‌ام خواهند گفت که علت مرگ از کار افتادگی اعضای بدن در اصل لنفوم بوده است. عشق بی قید و شرط و پذیرش در آن قلمرو شگفت انگیز بود و من می‌خواستم هر چه زودتر از آن خط مرزی عبور کنم و تا ابد از آن بهره مند شوم. مثل این بود که یگانگی و جوهر خالص یکایک موجودات زنده و مخلوقات فارغ از دردها و رنج‌ها و رویاها و ایگوهایشان مرا احاطه کرده بود. توجهم به سمت اعضای خانواده‌ام جلب شد که از شنیدن خبر مرگم سردرگم بودند. دنی را دیدم که سرش را روی سینه بیجانم پنهان کرده و دست‌های نحیفم را در دستش گرفته است. بدنش از حقیق گریه می‌لرزید. مادرم بالای سرم ایستاده بود و رنگ صورتش از ناباوری مثل گچ سفید شده بود. برادرم آنو در همان موقع رسید و از اینکه نتوانسته بود قبل از مردنم مرا ببیند در حالت شوک بود. اما قبل از آنکه تحت تأثیر آنچه بر سر زندگی و خانواده‌ام می‌آمد قرار بگیرم، متوجه شدم که از احساساتم بیرون کشیده می‌شوم. دوباره احساس اطمینان بخشی مرا در بر گرفت که رویایی والاتر در حال رخ دادن است. فهمیدم که حتی اگر تصمیم بگیرم که دیگر بر نگردم، همه چیز دقیقاً طبق روال تاپستری عظیم زندگی پیش خواهد رفت. درست در لحظه‌ای که تصمیم گرفتم به سمت مرگ بروم، سطح تازه‌ای از حقیقت برایم روشن شد. متوجه شدم اکنون که به این درک رسیدم که واقعا چه کسی هستم و عظمت خود حقیقیم را دریافتم. اگر انتخاب کنم که به زندگی زمینیم برگردم، جسمم ناگهان شفا خواهد یافت. نه در طی ماه‌ها یا هفته‌ها، بلکه فقط در عرض چند روز. فهمیدم که اگر تصمیم بگیرم به زندگی جسمانیم برگردم، پزشکان اثری از سرطان در بدنم پنهان پیدا نخواهند کرد. چطور چنین چیزی ممکن است؟ من از این الهام مبهوت بودم و می‌خواستم دلیل آن را بفهمم. در آن موقع فهمیدم که جسمم انعکاسی از حالت درونیم است. اگر خود درونیم از عظمت و ارتباطش با عالم هستی آگاه شود، آن وقت بدنم خیلی زود آن را منعکس خواهد کرد و به صورت شفا خواهد یافت. هرچند حق انتخاب داشتم، اما متوجه شدم که موضوع دیگری هم مطرح است. به نظر می‌رسید هدفی دارم که باید آن را به انجام برسانم. اما چطور می‌بایست هدفم را پیدا کنم؟ فهمیدم که لازم نیست برای جستجوی هدفم به جایی بروم، زیرا در مقابلم پدیدار خواهد شد. هدفم این بود که به افراد زیادی کمک کنم، هزاران نفر، شاید هم ده ها هزار نفر. شاید قرار است پیامی را با آنها در میان بگذارم، اما در هر حال لزومی ندارد برای یافتن نحوه به انجام رسیدن آن کاری انجام دهم. فقط کافی است اجازه دهم پدیدار شود. برای دسترسی به این حالت اجازه دادن فقط باید خودم باشم. متوجه شدم که در تمام آن سالا تنها کاری که میبایست انجام میدادم این بود که خودم باشم، بدون اینکه خودم را قضاوت کنم یا احساس کنم که عیوبی دارم. همزمان با این وضعیت متوجه شدم که در عمق وجودمان جوهر ذاتی ما از عشق خالص ساخته شده است. ما عشق خالص هستیم، هر یک از ما. چطور نباشیم؟ مگر نه آن که همه ما از آن کل آمده ایم و به سوی او برمیگردیم. فهمیدم که تشخیص این واقعیت به این معنی است که هرگز از آنچه که هستیم ترس و وهمی نداشته باشیم. بنابراین عشق بودن و خود واقعی بودن هر دو یکی می باشند. همزمان با درک این الهام بزرگ، چیزی مانند ساقی عظیم را احساس کردم. فهمیدم که فقط با عشق
که خودم را جزی از آن می‌دانم می‌توانم هم خودم و هم دیگران را شفا دهم. هرچند بسیار واضح به نظر می‌رسید، ولی قبلا هیچ وقت متوجه آن نشده بودم. اگر همه ما یکی و جنبه‌های مختلف همان کل که عشق بی قید و شرط است می‌باشیم، پس البته همه ما عشق هستیم. حالا فهمیدم تنها هدف زندگی این است: خودمان باشیم، با حقیقت خودمان زندگی کنیم و همان عشق باشیم که هستیم. متوجه شدم که برای تایید برداشتم پدرم و سنی به من میگویند حالا که به این حقیقت آنچه واقعا هستی پی بردی، برگرد و بدون ترس زندگی کن. فصل 9، وقوع معجزه. هنگامی که در بیمارستان بستری بودم، حتی قبل از اینکه کسی به برادرم آنوب خبر دهد که در کما هستم و مراحل آخر زندگیم را می گذرانم، او احساس کرده بود که اتفاقی افتاده است. آنوب در شهر پونه در هندوستان زندگی می کرد و احساس خاصی او را وادار کرده بود که با شرکت هواپیمایی تماس بگیرد و یک بلیط به مقصد هنگ کنگ رزرو کند. چون موقعیت به نظرش اضطراری می آمده، بلیطی برای آخرین پرواز همان روز درخواست می کند، ولی شرکت هواپیمایی به او می گوید که همه پروازهای آن روز به هنگ کنگ پر هستند و فقط یک جای خالی در پروازی از شهر مومبای وجود دارد. آنها بلافاصله آن بلیط را می گیرد، یک اتومبیل کرایه می کند و فوراً به سمت مومبای که تا آنجا 4 ساعت فاصله دارد به راه می افتد تا بتواند با پرواز همان روز به هنگ کنگ بیاید. وقتی دنی به منزل برادرم در شهر پونه تلفن میزند تا وضعیتم را به اطلاع دهد و از او بخواهد که هرچه زودتر به هنگ کنگ بیاید، همسر برادرم مونا تلفن را جواب میدهد و میگوید که آنوب در راه آمدن به هنگ کنگ است. وقتی مونا که پیرو به آیین بودایی است از وضعیت وخیم من باخبر میشود، فوراً عده‌ای از همکیشانش را جمع میکند تا برای شفای من دعا کنند. در همان موقع مادرم همینجا در هنگ کنگ در راهروی بیمارستان سراسیمه راه میرفت و برای نجات من دست به دامن الهی شیوا شده بود. بعد هم چون کار دیگری از دستش بر نمی آمد، با درماندگی به معبد هندو می رود، همان معبدی که در بچگی با والدینم می رفتم. او از راه پله محوطه ورودی بالا می رود، از حیات جلوی ساختمان رد می شود و وارد سالن اصلی عبادتگاه می شود. در آنجا مجسمه های تمام قد الهه های کریشنا، شیوا و گانشا در کنار دیوار روی سکوهای مخصوص قرار گرفته و با رنگهای روشن نقاشی و تزیین شده بودند. مادرم پوششی روی سرش می اندازد و سرش را به حالت احترام پایین می اندازد و روبروی آنها می نشیند و به راز و نیاز مشغول می شود و از حضور آنها طلب آرامش می کند. در همان زمانی که از دوستان نزدیک خانوادگی من بنا به لیندا که کاتولیک متدین است، مراسم دعایی در کلیسایش ترتیب می دهد. او درباره وضعیت من با کشیش صحبت می کند و از آنها برایم و از آنها می خواهد که برایم دعا کنند. در حالی که در کما بودم و لوله های متعددی به بینی، دهان و بازوهایم وصل بودند، همسرم در کنارم نشسته بود و با صدای آهسته من می گفت که او در کنارم است و از من می خواست که برگردم. صدای دنی را می شنیدم که می گفت: عزیزم، هنوز کارهای زیادی داریم که انجام دهیم، خواهش می کنم برگرد. من همینجا منتظرت می مانم، حتی اگر لازم باشد تا آخر عمرم همینجا در کنارت خواهم ماند. او تمام شب بیدار مانده بود و از نمودارها و دستگاهایی که بالای سرم بودند چشم بر نمی داشت، زیرا می ترسید که لحظه آخر زندگیم برسد و او متوجه نشود و در عین حال مرتبا از من می خواست که به زندگی برگردم. دلم می خواست با همسرم صحبت کنم و به او بگویم: عزیزم، دنی عزیزم، امیدوارم بدانی چقدر دوستت دارم. خواهش می کنم نگران من نباش. حالم خوب است. ای کاش می توانستم تمام چیزهایی را که اکنون فهمیدم برای تعریف کنم. آن جسمی که الان دستهایش را گرفته ای من واقعیم نیست. ما همیشه با هم خواهیم بود. همیشه و همه جا به هم متصل خواهیم بود. هیچ چیز نمی تواند ما را از هم جدا کند. حتی اگر جسمم بمیرد، باز هم هرگز از هم جدا نخواهیم بود. همه چیز عالی و کامل است و درست همانطوری است که باید باشد. من تازه متوجه این مطلب شدم و دلم می‌خواهد که تو هم این را بدانی. سپس در حدود ساعت 4 صبح ناگهان احساس خفگی کردم.
اوق می زدم و نمی توانستم نفس بکشم. دنی دست پاچه شد و خیال کرد که لحظه آخر را می گذرانم و زنگ کنار تختم را فشار داد. پرستاران به سرعت بالای سرم آمدند و گفتند دچار خفگی شدم. یکی از آنها بلافاصله به پزشک اطلاع داد. سپس بدنم را به پهلو خواباندند و با دست پشتم می زدند. تقریبا 20 دقیقه بعد پزشک رسید. مرا معاینه کرد و دنی گفت که ریه هایم پر از مایع است و همین وضعیت باعث حالت خفگی هم شده است. پزشک بلافاصله از پرستاران خواست که بروند و تجهیزات لازم برای پرولار افیوژن را بیاورند. آنها بلافاصله کیسه شفافی را که سوزن بلندی به آن وصل بود آوردند. او سوزن را در پشتم فرو کرد. از داخل ریه هم مقداری مایع خارج می شد و به درون کیسه پلاستیکی می ریخت. او این کار را 3 یا 4 بار تکرار کرد تا اینکه تقریبا حدود 1 لیتر مایع درون کیسه جمع شد و سپس سوزن را بیرون کشید. من هنوز می توانستم جسم خودم را ببینم که حالا می توانست راحت تر نفس بکشد. همسرم در حالی که دستهایم را گرفته بود تا صبح در کنارم ماند و همچنان مواظب نمودارها و دستگاه های بالای سرم بود. برادرم بعد از ظهر وارد هنگ کنگ شد و از فرودگاه به تلفن همراه دنی زنگ زد. دنی به او گفت فوراً خودت را به بیمارستان برسان و حتی برای گذاشتن چمدانت هم به منزل نرو. ما واقعاً نمی‌دانیم که چقدر فرصت داریم. آنوب هم با چمدانش مستقیم به بیمارستان آمد. حدود ساعت 4 بعد از ظهر چشمانم باز شد، اما هنوز نمی‌توانستم به وضوح چیزی ببینم. به سختی از روی هیکل و چهره‌ای که کنارم ایستاده بود، قیافه دنی را تشخیص دادم و سپس صدایش را شنیدم که گفت: او برگشت. از لحنش کاملا مشخص بود که بسیار خوشحال است. بعد از ظهر روز 3 فوریه بود، یعنی تقریبا 30 ساعت بعد از آن که به کما رفته بودم. سپس صدای برادرم را شنیدم و سعی کردم لبخند بزنم. آنو با خوشحالی گفت: سلام خواهر عزیزم، خوش آمدی. با صدای بلند گفتم: بالاخره رسیدی؟ می دانستم که اینجا خواهی بود. من تو را توی هواپیما دیدم. احساس کردم که کمی متعجب شده، اما به روی خودش نیاورد. تمام افراد خانواده هم از اینکه برگشته بودم خوشحال بودند. مادرم همانجا بود و با لبخند مهرآمیزی دستم را گرفت. من گیج شده بودم، چون هنوز نمی دانستم که در کما بودم و درست نمی فهمیدم که چه اتفاقی افتاده و متوجه نبودم که دیگر در آن قلمرو نیستم. دید چشم هایم کم کم واضح تر می شد و راحت تر می توانستم افراد خانواده‌ام را ببینم. چمدان آنوپ را دیدم که پشت سرش در کنار دیوار بود. پزشک وارد اتاق شد و از اینکه مرا بیدار می دید خوشحال و در عین حال کمی شگفت زده بود. او به من گفت: خوش آمدی، همه ما خیلی نگرانت بودیم. من هم بیرمق در پاسخ گفتم: اسم خیر دکتر چان، خوشحالم که دوباره شما را میبینم. با تعجب پرسید: چطور مرا میشناسی؟ و من گفتم: شما را دیدم. مگر شما همون دکتری نیستید که نیمه شب گذشته وقتی نمیتوانستم نفس بکشم مایعات را از ریه ام بیرون کشیدید؟ او حیرت زده گفت: بله، اما تو در تمام آن مدت در کما بودی و چشمهایت بسته بود. در حالی که سعی میکرد حرفهایم را جدی نگیرد گفت: بسیار خوشحالم، اصلا انتظار نداشتم از که از کما بیرون بیایی. حالا آمدم به اعضای خانوادت خبر خوبی بدهم. نتایج آزمایشات مربوط به کبد و کلیه ها نشان میدهند که هر دو به کار افتادند. پزشکم از دادن این خبر خیلی خوشحال به نظر میرسید. اما چشمان نیمه باز و حالت گیجی گفتم: میدانستم که دوباره به کار افتادند. دکتر چان با صبر و حوصله گفت: نمیتوانستی این موضوع را بدانی، این کاملا غیر منتظره بود. حالا سعی کن کمی استراحت کنی. او پس از گفتن این مطالب از اتاق بیرون رفت. افراد خانواده هم خوشحال و خندان بودند. مدت ها بود که آنها را تا این حد خوشحال ندیده بودم. در همان حال که دکتر داشت از اتاق بیرون میرفت، آنها از او برای خبر خوشی که برایشان آورده بود بسیار تشکر کردند. بعد از آن که دکتر چان اتاق را ترک کرد، به همسرم گفتم: چرا از اینکه او را شناختم اینقدر تعجب کرده بود؟ من او را موقعی که مشغول معالجه‌ام بود می‌دیدم. مگر این همان پزشکی نبود که به تو گفت اعضای بدنم از کار افتادند و بیشتر از چند ساعت زنده نخواهم ماند؟ دنی پرسید: تو چطور این حرفا را شنیدی؟ او این حرفا را در این اتاق نگفت. ما در رو که تقریبا 15 متری با اینجا فاصله دارد با هم صحبت کردیم. در جواب گفتم: نمیدانم چطور و چرا این صحبت ها را شنیدم، ولی قبل از اینکه دکتر به اتاق بیاید نتیجه آزمایشات را میدانستم. اگرچه هنوز گیج و بیحال بودم، اما برایم کاملا واضح بود که چیزی در درونم رخ داده است. چند روز بعد به تدریج توانستم آنچه که در آن قلمرو دیگر و در دوران کما روی داده بود را برای افراد خانواده‌ام شرح دهم. من تقریبا کلمه به کلمه بعضی از صحبت‌هایی که در اطرافم
در بیرون از اتاق در راه رو و در سالن انتظار بیمارستان رد و بدل شده بود را برای خانواده‌ام که محبوب مانده بودن بازگو کردم. همچنین بسیار از کارهایی که روی بدنم انجام شده بودند و مشخصات پزشکان و پرستاران را که در آن مدت مشغول مداوایم بودند را برایشان شرح دادم. اطرافیانم از شنیدن این جزئیات حیرت زده بودند. برای متخصص سرطان و خانواده‌ام تعریف کردم که آن نیمه شب وقتی همسرم زنگ کنار تختم را فشار داد نمی‌توانستم نفس بکشم و داشتم در مایه بدن خودم خفه می‌شدم، برایشان توضیح دادم که چگونه پرستاران به اتاق آمدن و فوراً به پزشکم اطلاع دادن و او هم با عجله به اتاق آمد و در آن لحظه هم همه تصور میکردن که نفسهای آخر را میکشم. من تمام جزئیات و تا زمان وقوع این اتفاق را برایشان تعریف کردم و آنها متعجب بودند. من حتی فردی را که هنگام ورودم به بیمارستان دست و پای خود را گم کرده بود شناختم و به افراد خانواده هم گفتم او همان پرستاری است که گفت همه رگ‌هایم بسته شدند و مرتباً تکرار می‌کرد که گوشتی روی بدنم باقی نمانده و فقط پوست روی استخوان شدم و نمی‌تواند برای تزریق فریدی رگی را پیدا کند. در واقع از لحنش اینطور به نظر می‌رسید که هر گونه تلاشی برای پیدا کردن رگ‌هایم بی‌فایده است. برادرم از شنیدن این مطلب بسیار ناراحت و عصبانی شد و بعدها اقرار کرد که آن پرستار را به خاطر رفتارش سرزنش کرده و به او گفته است زمانی که نمیتوانی سیرگ خواهرم را پیدا کنی او تمام حرفهای را شنیده و میگوید که تو از تلاش برای نجاتش منصرف شده بودی. آن پرستار تعجب زده گفت نمیدانستم که حرفهایم را میشنود. او در کما بود. البته او نهایتاً به خاطر بیتوجهیش از من عذرخواهی کرد. دو روز بعد از آن که از کما بیرون آمدم پزشکان من اطلاع دادند که اعضای بدنم به نحو معجزه آسای عملکردشان را از سر گرفتند و ورم ناشی از افزایش مواد سمی هم به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. من با خوشبینی و امیدواری زیادی از پزشکان خواستم که لوله‌های تغذیه‌ای را بردارند چون آمادگی داشتم که خودم غذا بخورم. یکی از متخصصین سرطان با این کار مخالفت کرد و معتقد بود که من دچار سوء تغذیه هستم و بدنم نمی‌تواند مواد غذایی را جذب کند. اما من با اصرار به او گفتم که خودم می‌دانم که آمادگی آن را دارم. به خصوص که اعضای بدنم نیز دوباره فعالیت طبیعی خود را از سر گرفتند. او با اکراه قبول کرد و گفت که اگر به اندازه کافی غذا نخورم دوباره لوله‌های تغذیه‌ای را به من وصل خواهند کرد. لوله تغذیه‌ای آزاردهنده ترین وسیله‌ای بود که به بدنم وصل بود. آن را از طریق سوراخ بینی و عبور از پشت نای به معده‌ام فرستاده بودند و از طریق آن محلول پروتئین مستقیما وارد دستگاه گوارش می‌شد. این لوله سبب سوزش و خشکی گلو و خارش و آزار بینی هم می شد و من بی صبرانه منتظر بودم که از دست آن خلاص شوم. وقتی لوله را بیرون کشیدن پزشک به افراد خانواده هم توصیه کرد که در حال حاضر مناسب ترین غذا برای من بستنی است. زیرا از یک طرف خراش دیگه گلوام را آرام خواهد کرد و از طرف دیگر هضم آن آسان است و نیازی به جویدن هم ندارد. با شنیدن این توصیه چشمانم از خوشحالی برق زد و دنی هم بلافاصله بیرون رفت تا بستنی چکلاتی مورد علاقه ام را تهیه کند. متخصص دیگر سرطان معاینه روزانه اش را انجام داد، در حالی که نمی توانست تعجبش را پنهان کند. من ناباورانه گفت در ظرف همین 3 روز تومورها به میزان قابل توجهی کوچکتر شدند و رم تمام غده ها نیز کم شده و اندازهشان تقریبا نصف اندازه قبلی شده است. روز بعد پزشکان پس از معاینه متوجه شدند که برای تنفس دیگر نیازی به دستگاه ندارم. بنابراین لوله اکسیژن را هم بیرون آوردند و من می توانستم روی تخت خواب بنشینم، اما به علت ضعف زیاد هنوز نمی توانستم سرم را بدون تکه بر متکا برای مدت زیادی بالا نگه دارم. با این حال روحیه هم بسیار خوب بود و دلم می خواست دائما با اعضای خانواده هم صحبت کنم، به خصوص با آنوب که مدت ها بود او را ندیده بودم. دلم می‌خواست به آیپدم گوش بدهم و از دنی خواستم که آن را برایم به بیمارستان بیاورد، اما به خاطر لوله‌ها و دستگاهی که به بدنم وصل بودند و همچنین زخم‌های روی پوست گردنم نمی‌توانستم از گوشی‌هایم استفاده کنم. بنابراین دنی 2 بلندگوی کوچک را به آیپد وصل کرد و آنها را روی میز کنار تختم گذاشت تا بتوانم به آهنگ‌های مورد علاقه‌ام گوش دهم. چنان حالت وجد و نشاطی داشتم که دلم می‌خواست دائما به موسیقی‌های تند گوش کنم. عضلاتم آنقدر خسته و ضعیف بودند که حتی قدرت بلند شدن از روی تخت خواب را نداشتم.
تا چه رسد بان که بتوانم همراه با آن آهنگ ها برقصم. با این وجود در ذهنم با خوشحالی می رقصیدم و صدای آهنگ هم بیشتر به حال خوشم کمک می کرد. در آن زمان نمی فهمیدم که چرا تا این حد امیدوار و خوشحال هستم، فقط احساس می کردم که چیزی را درک کردم. درست حالت بچه ها را داشتم. دلم می خواست موسیقی گوش کنم، بستنی بخورم و با اعضای خانواده هم حرف بزنم، بخندم و خوشحال باشم. با اینکه نمیتوانستم از تخت پایین بیایم و به این طرف و آن طرف بروم، ولی همه چیز به نظرم کامل و بی‌نقص میآمد، حالتی که هیچگاه پیش از این احساس نکرده بودم. هنوز در بخش ICU بستری بودم، ولی پزشکان احساس کردند که وجودم در آنجا آرامش بیماران دیگر را که در شرایط بحرانی بودند برهم میزند. افراد خانواده هایشان از صدای موسیقی، خنده و گفتگوهای ما که از آن طرف پرده شنیده می شد شکایت کرده بودند. یک روز صبح وقتی دکتر چان طبق معمول برای بازدید روزانه آمده بود، به من گفت: نمی دانم با تو چه کار کنم. حتی نمی دانم در گزارش روزانم چه چیزی درباره وضعیت تو بنویسم. مورد تو کاملا استثنایی است. به این ترتیب در پنجمین روز بستری شدنم در بیمارستان، مرا به اتاق خصوصی منتقل کردند و در آنجا می توانستم هر قدر بخواهم به موسیقی گوش کنم و با افراد خانواده‌ام بخندم. به تدریج درکی را که در آنجا به دست آورده بودم به یاد می آوردم. وقتی ذهنم روشن شد و جزئیات آنچه برایم اتفاق افتاده بود دوباره به خاطرم آمد، دلم می خواست برای هر چیز کوچکی گریه کنم. از اینکه زیبایی فوق‌العاده و آزادی کاملی را که در آن قلمرو داشتم ترک کرده بودم، کمی احساس دلتنگی و ناراحتی می کردم. ولی از اینکه دوباره به این جهان برگشته و به خانواده‌ام ملحق شده بودم، خوشحال و شکرگزار بودم. در واقع همزمان اشک تأسف و شوق از چشمانم سرازیر می شد. علاوه بر آن نسبت به همه، از افراد خانواده‌ام گرفته تا پرستاران، پزشکان و حتی خدمه‌ای که به اتاقم می آمد، احساس محبت و همبستگی می کردم و این حالت تا آن زمان برایم بی سابقه بود. به هر کسی که برای کمک یا مراقبت از من می آمد، احساس عشق و محبت داشتم. این احساس شباهتی با احساس محبتی که قبلا می شناختم نداشت. در واقع حس می کردم که همبستگی عمیقی میان ما وجود دارد و من تمام احساسات و افکارشان را درک می کنم. گویی همه ما ذهن مشترکی داریم. تخت خواب من نزدیک پنجره اتاق بود. کمی بعد از اون که مرا به این اتاق منتقل کردن، یکی از پرستاران پرسید که آیا مایلم کنار پنجره بنشینم و بیرون را نگاه کنم. تازه متوجه شدم من مدت زیادی است که جهان بیرون را ندیدم. بنابراین با هیجان فوراً جواب دادم: بله حتما. پرستار زیر بغلم را گرفت و مرا بلند کرد. مثل اینکه چشمم به بیرون افتاد، اشک از چشمانم سرازیر شد. نمی توانستم جلوی گریم را بگیرم. تا آن لحظه متوجه نشده بودم که بیمارستان با خانه دوران بچگیم در محله هپی والی فاصله چندانی نداشت. همانطور که قبلا گفتم، در دوران بیماریم برای درمان و تزریق خون به یک کلینیک بزرگ می رفتم که شباهتی به این بیمارستان مجهز نداشت. وقتی به کما رفتم، برای اولین بار مرا به این بیمارستان آوردند. حالا از پنجره اتاق بیمارستان تقریبا همان چشمانداز دوران کودکیم را تماشا می کردم. دوباره داشتم میدان اسب سواری را که روبروی بیمارستان بود و همچنین مسیر تراموایی که بارها با آفونگ سوار شده بودم را نگاه می کردم. همانطور که با چشمان اشکالود به صحنه های دوران کودکیم خیره شده بودم، احساس کردم که یک دور کامل زدم. با تعجب به خودم گفتم: خدایا، نمی توانم باور کنم. به تراموا، به پارک، به خانه دوران کودکیم نگاه کردم. چه پیغامی در اینجا برای من وجود دارد؟ شاید فرصت دوباره‌ای به من داده شده. حالا می توانم شروعی تازه داشته باشم. این چشمانداز برایم آشنا بود و مناظر عادی به نظر می رسیدند. اما دنیا برایم مکانی تازه بود. همه چیز با تراوت، روشن و زیبا جلوه می کرد. مثل این بود که برای اولین بار به آن نگاه می کردم. رنگ ها روشن‌تر به نظر می رسیدند. حالا در همان صحنه ها جزئیاتی را می دیدم که برای اولین بار متوجه آنها می شدم. به ساختمان‌های اطراف نگاه کردم. یکی از آنها همانی بود که در آن بزرگ شده بودم. در آن طرف خیابان پارکی بود که در بچگی به آنجا می‌رفتم. تراموا پیش می‌رفت و اتومبیل‌ها پشت سرش حرکت می‌کردند. بعضی از آبرین سگشان را راه می‌بردند و بعضی با عجله به این طرف آن طرف می‌دویدند. حالا با نگاه تازه‌ای همه چیز را می‌دیدم. مثل این بود که دوباره یک بچه بودم. مناظر اطراف عادی‌تر از همیشه بودند، ولی این بهترین منظره‌ای بود که بعد از مدت‌ها می‌دیدم. شاید برای همیشه.